جنگ گرگ ها در مجلس ارتجاع. فتنه خط قرمز برای رأی اعتماد است. آقای روحانی، مذاکرات ژنو محرمانه هستند؟ مذاکرات مجلس محرمانه هستند؟ در این مخفی کاری ها چه می خواهید بکنید؟ رئیس جمهور ارتجاع، خود را آماده برای ایجاد تنش و برخورد نکنیم. ما در شرایط خاصی پای میز مذاکره با دیگران نشسته ایم. طرح موضوعاتی چون رابطه با آمریکا که بگویند بچه های امام هم دیگر برگشتند، که ما هم دیگر از حرف هایی که امام زده خسته شده ایم، القا کنند که ما بریده ایم، تزریق یأس در مسیر امام است. در حالی که مجلس ارتجاع بر خط قرمزهای ولی فقیه مبنی بر موضع وزرای جدید نسبت به قیام 88 تأکید کرده بود، آخوند روحانی امروز در مجلس رژیم برای دفاع از سه وزیر وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و ورزش حضور یافت. اما شبکه های تلویزیون رژیم از پخش مستقیم سخنان وی و مذاکرات مجلس در مورد وزیران معرفی شده خودداری کردند. در همین حال کوچکزاده از افراد باند خامنه‌ای در مجلس به پخش نشدن مذاکرات از تلویزیون رژیم اعتراض کرد و خطاب به آخوند روحانی گفت: این یعنی چی؟ مذاکرات ژنو محرمانه هستند؟ مذاکرات مجلس محرمانه هستند؟ در این مخفی کاری ها چه می خواهید بکنید؟ مردم در مذاکرات ژنو نامحرمند، در مذاکرات مجلس نامحرمند. خب بفرمایید این شفافیت شما با مردم کجاست؟ این که نمیشه واقعا شما هی شعار بدید از این ور که مردم محرمند و ما شما میخواستید ارزم به حضور شما که حرمت پاسپورت ایرانی را حفظ کنید. امروز ویزای ارزم به حضور شما مالزی و اندونزی را هم دیگه در اونجا نمیدن. واقعا اینها به نظر من عدم صداقت. چرا تابلوهای صداقت آمریکایی رو که به زحمت شهرداری نصب شده بود از روی چه میخواهید بکنید در این مخفی کاری ها با ملت ایران و با این نظام چه میخواهید بکنید؟ در مقابل آخوند روحانی باند رقیب را از رویارویی برحذر داشت و تاکید کرد همه باید تلاش کنیم تا نظرات خامنه ای را عملیاتی و اجرایی کنیم. به خاطر یک کلام، یک جمله، یک حرکت کوچک خود را آماده برای ایجاد تنش و برخورد نکنیم. ما در شرایط خاصی امروز پای میز مذاکره با دیگران نشسته ایم. ما در شرایط خاصی امروز در پای میز مذاکره با دیگران نشسته ایم. باید از حقوق ملیمون، از منافع ملیمون، از اهداف ملیمون به خوبی دفاع کنیم، با منطق، استدلال و با استفاده از هنر دیپلماسی. اما در این حال همه مردم ما شرایط خاص این زمان را مد نظر قرار می دهند. ما به دنبال وزیری بودیم که بر این امر اعتقاد داشته باشد که دانشگاه دانشگاه است، دانشگاه باشگاه نیست، دانشگاه دار و تأدیب نیست، دانشگاه محل فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیست، اما محیط دانشگاه محیط تقابل گروه ها و جناح‌های سیاسی نیست. دانشگاه باید از آزادی‌های آکادمیک برخوردار باشد. آستانه تحمل را پایین نیاوریم. به خاطر یک کلام، یک جمله، یک حرکت کوچک خود را آماده برای ایجاد تشنج و برخورد نکنیم.
مدعیان ماه عسل حسن روحانی و دوستانش میخواهند هم مانع تغییر رابطه با آمریکا شوند و هم از ورود وزرای جدید به دولت جلوگیری کنند. از سوی دیگر روزنامه حکومتی اعتماد وابسته به باند مغلوب زیر عنوان حمله به رأی اعتماد نوشت: حملات ریز و درشت در مجلس خبر می‌دهد که ماه عسل حسن روحانی و دوستانش به پایان رسیده است. آنها هر روز دامنه انتقاداتشان را گسترده‌تر و ادبیاتشان را گزنده‌تر می‌کنند. اگرچه این انتقادها و حملات از یک ماه پیش و در پی تماس تلفنی رئیس جمهور با همتای آمریکاییش استارت خورد و شعارهای مرگ بر آمریکاییش هم به مجلس کشیده شد، اما حالا رنگ و بوی جدیدتر به خود گرفته است. میخواهند هم مانع تغییر رابطه با آمریکا شوند و هم از ورود وزرای جدید به دولت جلوگیری کنند. در انتخابات ریاست جمهوری برگشت به عقب کردیم. نگران این هستیم ضد انقلاب ها سر کار بیایند. ضد انقلاب تا مرز براندازی رفته است. امیر حسین قاضی‌زاده از افراد باند خامنه‌ای در مجلس هشتم ارتجاع با اذعان به شدت تشتت در این باند گفت: ما متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری یک برگشت به عقب کردیم، به طوری که ما الان نگران این هستیم که ضد انقلاب ها سر کار بیایند. یعنی داخل شاخص های بدیهی تر گیر کردیم. ما باید نگران این باشیم که آنها نیایند. بحث های خیلی جدی تری است. اگر مجلس بخواهد محکم در این شاخص ها بایستد، تعداد بیشتری از افراد کابینه رأی نمی آورند. مجلس خیلی تنازل کرده است. اون کسی که در جریان فتنه فعال بوده است ضد انقلاب است، چون تا مرز براندازی رفته است و دنبال براندازی بوده است. ما از اول هم گفته بودیم فتنه خط قرمز ما برای رأی اعتماد است. وی در رابطه با حرفهای رفسنجانی و خانواده خمینی اظهار داشت: بزرگ کردن موضوعاتی چون رابطه با آمریکا به خاطر این است که به مردم بگویند ببینید بچه های امام هم دیگر برگشتند، همه خسته شدند. اینها دارند به مردم میگویند که ما هم دیگر از حرفهایی که امام زده است خسته شده ایم. اصل پیامی که میخواهند به سطح جامعه برسانند همین است. میخواهند به مردم القا کنند که ما بریده ایم. تزریق یأس در مسیر امام دقیقا چنین چیزی را نشان می دهد. قاضی‌زاده با اشاره به بحران زهرخوران اتمی توسط ولی فقیه ارتجاع، وحشت رژیم را از اینکه تا آخر خط مجبور می شود برود عنوان کرد و گفت: در مذاکرات از یک چیز بزرگتر می ترسیم. اینها بهانه جور کردند به نام انرژی هسته‌ای و اختیار ما را از خودمان گرفتند و گفتند بروید با این شش کشور حرف بزنید و مشکلتان را حل کنید. حالا این شش کشور هم میگویند برو با یک کشور بنشین و حرف بزن. این کشور هم دارد به ما چه میگوید؟ صحبت داشتیم، تلفنی حرف زدیم، ولی بعد از هر نشستی که داشتیم بلافاصله وزیر خارجه و یا رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کردند، گفتند که ما هر اقدامی بکنیم با حفظ منافع و امنیت اسرائیل است. یعنی اگر میخواهی با ما به جمع‌بندی برسی باید مسئله‌ات را با اسرائیل حل کنی.